انتقال حدود 20 تن از زندانیان محکوم به اعدام به قرنطینه زندان گوهردشت برای اعدام. تجمع‌های اعتراضی گچساران و ماهشهر. دونالد ترامپ: توافق اتمی رژیم ایران توافقی وحشتناک است. این خطاست. هیچ وقت نباید انجام می‌شد. سلام بینندگان عزیز. با در یک نگاه در خدمت شما هستم. در شمال زندان گوهردشت کرج نزدیک به 20 تن از زندانیان محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل کردند. احتمال اعدام این زندانیان در سحرگاه روز چهارشنبه 5 اردیبهشت وجود دارد. کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران برای چندمین بار در حالی که دهان خود را به نشانه اعتراض بسته بودند در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و خواهان بازگشت به کار شدند. در ماهشهر نیز جمعی از مردم در اعتراض به کودک آزاری که در رژیم فاسد آخوندی به امری رایج و عادی تبدیل شده است در مقابل ساختمان قضایی رژیم در این شهر تجمع کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی، ایادی رژیم آخوندی در تبریز در یک اقدام رسوا و برای رفع رجوع کسادی سخنرانی آخوند روحانی در ورزشگاه تختی این شهر با اجبار دانش آموزان مدارس را از صبح سه‌شنبه با اتوبوس از نقاط مختلف شهر به ورزشگاه منتقل کرده بودند. بنا به این گزارش بسیاری از دانش آموزان ترانه یار دبستانی می‌خواندند. رژیم آخوندی طی این مدت شبکه اینترنت در تبریز را قطع کرده بود تا مانع ارسال فیلم از وضعیت کساد این مراسم نمایشی بشود. دشخیمان زندان تهران بزرگ روز سه‌شنبه از پیگیری و اعزام زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی، به بیمارستان و دکتر متخصص خودداری کردند. زندانی سیاسی علی معزی مدت هاست که از بیماری های مختلف از جمله بیماری کلیه رنج میبرد. از 6 قبل تا کنون دشخیمان بارها از اعزام وی به بیمارستان و دکتر متخصص به بهانه های گوناگون ممانعت به عمل آوردند. این زندانی سیاسی از قبول اجبار بازجویان به پوشیدن لباس زندان برای رفتن به بیمارستان امتناع می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر رژیم ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری روبرو خواهد شد. وی در دیدار با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود در کاخ سفید گفت توافق رژیم ایران توافقی وحشتناک است که 150 میلیارد دلار به رژیم ایران دادند. این خطاست. این مسخره است. هرگز نباید انجام می شد. دونالد ترامپ ضمن اشاره به آزمایش‌های موشکی رژیم ایران گفت این رژیم در منطقه مشکل آفرینی می کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه طی سخنانی در کاخ سفید از جمله گفت ما با آمریکا به تکثیر تسلیحات کشتار جمعی خواه در کره شمالی باشد یا در ایران مقابله می کنیم. آمریکا و فرانسه به همراه هم تروریسم را شکست خواهند داد. فرانسه و آمریکا هر دو با آن در اشکال مختلف روبرو هستند، در خاک خودمان، در خاور نزدیک یا در آفریقا. جان سالیوان سرپرست وزارت خارجه آمریکا در یک پیام در توییتر خود نوشت پس از نابودی داعش در سوریه آمریکا این کشور را ترک نخواهند کرد. جان سالیوان در این پیام افزود در صورتی که روسیه در سوریه همکاری سازنده نداشته باشد مجازات خواهد شد. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاهی دیگر، خدا نگهدار.